بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و خیلی خوش آمدین به برنامه بعد از خبر. وحدت و وفاق ملی در طول تاریخ به عنوان یکی از محورهای عمده پیشرفت و ثبات سیاسی کشورها در سطح جهان بوده است. تمام دولتها و کشورهایی که امروزه به لحاظ اقتصادی، به لحاظ سیاسی، به لحاظ نظامی و امنیتی در یک وضعیت باثبات به سر میبرند، این وضعیت را از راه گذر حفظ وحدت و وفاق ملی به دست آوردن. برعکس، در کشورهایی که گسلهای نفاق و شقاق و دوگانگی و چندگانگی و تفرقه فعال بوده، این کشورها دچار گسستهای عمیق در زمینه‌های یاد شده شدند. ثبات سیاسی و ثبات امنیتی و اقتصادی و همینطور فرهنگی و اجتماعی از مؤلفه های بسیار بسیار مهم و تعیین کننده در پیشرفت یک کشور و دست یافتنش به موقعیت های ممتاز در نظام بین الملل بوده و هست. اگر میبینیم که افغانستان به عنوان یک کشور دارای تاریخ طولانی و درخشان و برخوردار از فرهنگ غنی و عمیق ملی و اسلامی به لحاظ سیاسی و به لحاظ اجتماعی فرهنگی و همینطور نظامی امنیتی و اقتصادی در وضعیت نامناسبی به سر میبره و به شدت آسیب پذیر هست، دلیلش فقدان مؤلفه مهم و تعیین کننده وفاق و وحدت ملی است. تقریبا تمام دولت‌هایی که در طول سالیان اخیر در تاریخ معاصر افغانستان بر سر کار آمدند، سنگ وحدت و اخوت را به سینه کوبیدند، اما در عمل همیشه پایشان لنگیده و نتانستند که آنچه را بر زبان آوردند در عمل اجرا و پیاده بکنند. ما امیدوار هستیم که کشور ما در شرایط حساس و شکننده کنونی این توفیق را پیدا بکنه که حدود و ثغور و معیارها و مؤلفه های وفاق و وحدت ملی را با تکیه بر آموزه ها و ارزش های دینی و اسلامی به دست بیاره. در واقع در کشورهای غیر از افغانستان محورهای وحدت بسیار ناچیز و اندک است، اما آنقدر نیرومند و قدرتمند است که تمام افکار، علایق و سلایق را بر محور خودش جمع میکنه و گرد میاره. برعکس، در افغانستان که مهمترین محور وحدت و وفاق در جامعه ما اسلام و ارزش‌های اسلامی است و در کنار آن فرهنگ مشترک و تاریخ مشترک که از تابناکی و درخشانی بی‌نظیر برخوردار هست، ما شاهد چندگانگی و دستبندی‌های جزیره‌ای در ساختارهای گوناگون سیاسی و اقتصادی و اجتماعی هستیم. آقای دکتر عبدالرؤوف توانا، عضو مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، در استودیو حضور دارند برای واکاوی و تحلیل عمیق‌تر و غنی‌تر این موضوع. به شما سلام عرض می‌کنم و خیلی خوش آمدید. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید استاد که محورهای اصلی و استوار وحدت و وفاق ملی در افغانستان چه چیزهایی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و کفا، سلام علی عباده الذین اصطفا و بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. در آغاز درود و سلام دارم بر وای طیبه همه شهدا، بوید شهدای مظلوم اما مقتدر در غزه فلسطین و همه شهدای امت اسلامی و همه بینندگان عزیز تلویزیون تمدن سلام و تمنیات تقدیم دارم. موضوع محورهای وحدت در جامعه اسلامی و جامعه غیر اسلامی هر کدام از خود
تعاریف خاص خدا داره. قبل از اینکه پیرامون این موضوع صحبت بکنم، یک مقدمه کوتاهی در ارتباط به وحدت و همدلی امت اسلامی از منظر قرآن کریم و احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم خدمت بینندگان عزیز به عرض می رسانم. یکی از مهمترین اهداف اسلام ساختن امت واحده است، نه تنها در یک کشور بلکه در تمام جهان. اسلام عزیز آمد تا همه را در یک محور جمع بکنه. اگر بنا باشه که ما مجموعه اسلام، قرآن و احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم را با دو محور تقسیم کنیم، یکی آن توحید است که رابطه انسان را با خالق هستی تصحیح می کند، و دیگری آن عدالت است که رابطه انسان را با انسان در همه بخش های مختلف تضمین می کند و بیمه می کند. ارتباط انسان با قوم، قبیله، ولایت، کشور اموری است که به قضای تکوینی خداوند متعال ارتباط دارد. یک موضوع جبری است که در اختیار هیچ انسانی نبوده و هیچ انسان مکلف به پاسخگویی از این نیست که کی به عنوان عرب و کی به عنوان فارس، احمد به عنوان پشتون و حسین به عنوان ازاره در کدام جغرافیه تولد میشن و در کجا زندگی میکنن. این بر اساس امان قضای تکوینی خداوند متعال است. خوبی، زشتی، زیبایی و هیچ کس نمیتونه در این مورد انتقاد بکنه و هیچ کس هم حق نداره که یک قومی و یک سمت را بر سمت دیگر ترجیح بده. آیه مبارکه‌ای که تلاوت شد تمام دغدغه های جاهلیت را این آیت با خط سرخ تحریم کرد و برای همیش از زندگی آنان که اهل ایمان است بیرون ساخت، که اهل ایمان جز اقوام را در میور معرفت بالاتر از او بر رسمیت نمیشناسه و برتری در جامعه اسلامی بر اساس تقوا است. اسلام همه امت را در محور کلمه انما المؤمنون اخوه فرا میخواند. همه باید در خیط اخوت، در رشته توحید اخوت اسلامی مانند دانه های تسبیح در این رشته با هم وصل باشند و در جنب هم قرار بگیرند. اسلام با وعدت علمی و عملی تاکید دارد. در اسلام وعدت شعاری نیست، در اسلام وعدت عملی و علمی است. ما میبینیم که زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم که برای ما الگوست و برای جامعه اسلامی بهترین الگو، زندگی پیامبر اسلام، خلفای راشدین و بعد از آن شخصیت های مؤمنی که از قرآن کریم و سنت و اطرت پیامبر تبعیت کردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم یک طرف ابو لهب است که اعضای خانوادیش است، طرف مقابل سلمان از فارس است، صهیب از روم است، بلال از حبش است. برای اسلام آن چیزی که مهم است اندیشه است، نه موضوع قومیت، نه موضوع نسب، نه موضوع از این سمت و یا از آن سمت است. ما میبینیم که ابو لهب در چه وضعیت قرار میگیره. در زندگی سیدنا نوح و لوط هم قرآن کریم مصداق بارز را به معرفی میگیره. زمانی که فرزندان لوط در فرزند نو در حالت غرق شدن است و نو علیه السلام تقاضای کمک میکنه در جهت حفاظت فرزندش، با صراحت اعلام میشه لیس من اهلک، اهل تو نیست. وقتی که فرزند انسان از مسیر و اندیشه و مکتب انحراف کرد، او شامل این خط و شامل این مکتب نیست. افغانستان سرزمینی است با گلستان همه اقوام، سرزمینی که گلستان همه اقوام است. افغانستان که بیش از 68 قوم در این زندگی میکنه، بیش از 68 قوم در این سرزمین زندگی میکنه. همه اقوام را چیزی که وحدتشان را تا امروز تضمین کرد
به این حد حفاظت کرد اسلام بوده است. عامل بقای حفظ این سرزمین هم اسلام بوده. اما می آیم در موضوع علت و عواملی که سرزمین در طی دو قرن با چالش ها در واگرایی های خطرناک قرار گرفت. سر علت و عوامل ازی بعداً بحث مفصل خواهیم داشت. سوالتون جواب میتونم سر موضوع محورهای اصلی تذکر میتونم. موضوع محورهای اصلی همونطوری که در مقدمه هم خدمت شما تذکر دادم. بسیار کوتاه فرسوال بفرمایید پرسش های بعدی. موضوع توحید گفتیم که وقتی که ایمان وجود داشته باشه در یک کشور اسلامی رابطه ها بر اصل ایمان بچرخه، در آنجا باز هیچ گاهی یک جنایتکار قوم خود کسی بر یک عالم و دانشمند کسی دیگری قوم دیگری ترجیح نمیده. زمانی که بر رسالت نبی کریم صلی الله علیه و سلم معتقد باشه، پیامبر اعلام میکنه کسی که به تعصب دعوت بکنه از ما نیست. هیچ گاهی در جبهه مخالف پیامبر در جبهه ابوجهل قرار نمیگیره ولو که نام خود هم مسلمان بدانه. محور دومی از وحدت و محور اساسی موضوع رسالت پیامبر است و بیان پیامبر است. موضوع دیگر قرآن کریم است. شما قرآن کریم با تمام معنا متوجه باشین که وقتی که میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، همه موضوع را تبیین کرد و تشریح کرد. موضوع شریعت اسلامی است که در شریعت اسلامی زور زر در شریعت اسلامی بی‌عدالتی وجود نداره. در شریعت اسلامی عدالت برای همه یکسان است. موضوع اخلاق اسلامی است. موضوع ارزش هایی که در جامعه اسلامی وجود داره. موضوع روزه است، زکات است، حج است. شما متوجه باشین همه از این وحدت آفرین است برای جامعه اسلامی. هر حکمی از احکام الهی که در اسلام است در محور وحدت امت و وحدت مسلمان ها تاکید میکند. پرهیز از تفرقه، از قومگرایی. خط سرخ قرآن است. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. تنازع نکنین که بادتون میره. با یک ادبیات کوبنده ای که به اهل تنازع، با جبهه نفاق، با جریان های محتکفین مسجد ضرار پیام هشدار دهنده قرآن کریم میده که شما واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. از طرف دیگر شما بر اسمان محکم الهی چنگ بزنین و به تفرقه نروین. تقابل و تعامل سازنده به جای امت اسلامی، به جای تقابل جریان های اسلامی به تعامل باید بروند. ترویج عدالت اجتماعی در جامعه اسلامی که بدون عدالت همه هست و بود یک سرزمین منجمد می شود و یا می سوزد و چیزی باقی نمی ماند. و دیگری مهمتر از همه، رهبر شایسته در یک کشور، در یک سرزمین، او می تواند به عنوان پدر همه اقوام، مانند پدر همه فرزندان، چی گونه با فرزندان تعامل داشته باشد. خیلی سپاسگزار، خیلی ممنون. با توجه به این میراث غنی و محورهای متعدد و متکثری که ما برای وحدت بخشی به جامعه داریم یا وحدت آفرینی در جامعه در اختیار داریم، ما معذرت، چرا وحدت و وفاق ملی همچنان گم شده تاریخی و آرمانی مردم افغانستان است؟ واقعا سوال شما امروز یک حلقه گم شده هست. یک نعمتی است که ملت های مسلمان اکثرا در کشورها، نه تنها افغانستان و در کشور ما هم، ما با چنین مشکلات روبرو استیم. سوال اینجا مطرح میشه که این سرزمین نه تنها طی نیم قرن بلکه تی تقریبا 3 قرن گرفتار واگرایی هستند، در تقابل قرار دارند. این مصیبت ها ملت ما را و مردم ما را در یک وضعیت بسیار خطرناک قرار داده. اگر شما به فلسفه ازی و عامل ازی به شکل علمی تاریخی تحقیق بکنین و این موضوع را رسانه های بیداری و ارزشی باید به صورت مفصل بیان بکنن و همه شخصیت های نخبه هم پیرامون موضوع داخل شوند تا در برابر این ویروس مقابله جدی شود، چون اسلام اجازه نمیده که در کشوری که 2 میلیون شهید به منظور تربقای حاکمیت نظام الهی در برابر 2 اشغال در طی نیم قرن، در برابر نیروهای اتحاد شوروی، در برابر نیروهای صلیبی امریکایی به شهادت
جانهای خود از دست دادن، چگونه یک ملتی که آماده قربانی از هر سی افغان، از هر سی اتباع سرزمین یک نفر شهید میشه و این کشور به خاطر دفاع از اسلام جان میده، اما در قضایای سیاسی، در عدالت اجتماعی به فرمان خداوند آنچه که شایسته و بایسته است باید از او استقبال بکنه. در این راستا سوالاتی است که مطرح میشه، باید به سوالات پاسخ داده شود. جواب سوالات این معما باید حل شود که ملت بدانه، مسئولین بدانه، افغانهایی که در بیرون هستند بدانند که ما سرزمین ما و کشور ما به سمت و سوی هدایت شود که برای همیش ما در یک وحدت حقیقی، در یک وفاق ملی و همه مردم ما در محور منافع و مصالح افغانستان کار بکنند. شما متوجه باشین که ما جنگ های بسیار خطرناکی در برابر انگلیس ها داشتیم، جنگ اول دوم افغان و انگلیس و جنگ سوم افغان و انگلیس. شما بعد از او جنگ قهرمان هایی که در برابر انگلیس ها جنگیدن، بنابر توطئه های خطرناک، تئوری توطئه که وجود داشت، دست نشانده های سازمان های استخباراتی به قدرت رسیدن، مردم افغانستان در چی وضعیت رساندن؟ وفاق ملی که در جبهات جهاد به وجود آمده بود، بعد از خروج نیروهای دشمن، بعد از شکست و اضمحلال نیروهای اشغالگر، ما نتوانستیم که مو وحدتی که در سالهای جهاد داشتیم که همه اتباع سرزمین، ازبیک، تاجیک، پشتون، ترکمن، همه و همه در برابر متجاوزین استاد شدند. بعد از به قدرت رسیدن و خروج نیروهای انگلیس، حکومتی که اراده ملت باید تمثیل میشد در او به وجود نامد، آوارگی ها صورت گرفت، اقوام اخراج شد، تبعید ها صورت گرفت، جنگ های ناشایسته ای که از قطعا بیان از او بشان ملت ما نیست. و امروز ما در کشورها میبینیم ما مهاجرینی داریم که یکونیم قرن قبل یا قرن قبل از افغانستان بیرون شدن، وقتی که پرسان میکنیم که شما چطور اینجا، گفتن ما را تبعید کردن، ما را اخراج کردن، ما را از خانه ها ما بیرون کردن، ما را سرزمین مادری ما محروم ساختن. او زمانی که ما علت و معلول، هر معلول از خود علتی داره که ما عوامل ازیر مورد محاسبه قرار بیتیم. از خب. یک طرف شما اجازه بتین که به نقطه اصلی میچرخیم. یک طرف قدرت های استعماری بعد از شکست کسایی را به قدرت رساندن که از مجاهدین انتقام بگیرن. بحث دوم این ملت به سوی اختلافات قومی و زبانی و مذهبی بکشانند. دو مذهبی با هم برادر شیعه و سنی که در برابر نیروهای اشغالگر با مساوی دو بازوی پرتوان در برابر دشمن جنگید و رزمید و هزارها شهید داد. در هیچ جمع شهدایی که امروز در برابر اشغالگران ما محاسبه بکنیم که در آنجا از همه مردم افغانستان حضور نداشته باشه پیدا نمیتونین کرد. شما 12000 شهید زندان پل چرخه را ببینین که در این در بین شهدا از همه مردم افغانستان است، از همه مذاهب اسلامی است. و دشمن تلاش کرد که انتقام بگیره. اولین انتقامشان این بود که با استفاده از وضعیت قبائلی در افغانستان، موضوعاتی که به مسائل قومی و به مراتب از مسائل دینی در بعض مناطق پررنگ است، از این استفاده بکنن و برای تحقیر دیگرها برنامه را در دستور کارشان قرار بدن تا افغانستان نتواند به یک شکوفایی و یک وفاق ملی و اسلامی برسد. بعد از او اجازه بدین، بعد از او در زمان اتحاد شوروی هم، شما در زمان اتحاد شوروی هم وقتی که شوروی ها شکست خوردن، برنامه را در دستور کار گرفتن، راهبرد را ترسیم کردن که شمال افغانستان را جدا بسازن، که دکتر نجیب هم خودش در این راستا کار میکرد و صدر اعظمش هم موضوع را کاملا روشن ساخت که اتحاد شوروی برنامه تجزیه افغانستان و واهگرایی در بجای همگرایی را برنامه ریزی داشتن و او نفوذ در میان مجاهدین حضور پیدا کردن در میان جریانهای اسلامی تا جریانهای اسلامی را به جریانهای قومی تبدیل بکنن، که متاسفانه اغلبا چنین شد و افغانستان و مجاهدین را اجازه ندادن که بعد از پیروزی حکومت منتخب اسلامی را ایجاد بکنن، مشکلات های بزرگی را ایجاد کردن. در شرایط فعلی هم که امروز ما مشکلات بسیار جدی را میبینیم، ما
وجود داره در مجموع. این مشکلات هر جایی که صدای اختلاف بلند شود، در هر جایی که با قلمی، با زبانی، با منبری که مسائل تعصبات قومی و گروهی را در برابر وحدت مردم افغانستان بلند شود، او صدای شیطان و صدای دشمنان مردم افغانستان است. مردم افغانستان همه با هم برادران. در محور کلمه توحید و توحید کلمه باید در جهت پاسداری از خون شهدا برنامه داشته باشند. به این اساس جنبندی صحبت ما در ارتباط به این که چرا ما در این وضعیت قرار گرفتیم و افغانستان نتوانست به وفاق ملی و اسلامی برسه، عواملش از یک طرف مسائل بیکفایتی تعداد رهبران و مسائل ترجیح دادن مسائل قومی و قبیلوی را بر اسلام و عدم سپردن امانت ها به اهل آن، و از طرف دیگر مجازات نخبه ها و تحریم و تجرید نخبه ها و شخصیت هایی که قدرت و توانمندی رهبری این سرزمین دارند. در برابر این همه عوامل باعث شد که این وضعیت به چنین حالت برسد. این دو دهه که در زمان ریاست جمهوری بود، امریکایی ها چی پروژه های بزرگی را در جهت اختلاف افغانی افغان ها به مصرف نرساندند. وزارت عدلیه مأموریت داشت که جریان های قومی را به رسمیت ببخشه و اونها را حمایت بکنه. جریان های قومی در یک کشور چگونه به جایی که در محور منافع حرکت میشد، در جریان تمام مسائل را از عینک مسائل قومی دیده میشد. این مسائل بسیار مثبتی است که تاریخ افغانستان هرگز را فراموش نخواهد کرد. سپاسگزار هستم. ببینید استاد، شما به یک نکته اشاره فرمودین که متاسفانه برنامه ما حوصله پرداختن به اون نداره، وقت ما خیلی محدود هست. شما اشاره فرمودین به این که واگرایی سیاسی یا اجتماعی یا فرهنگی در افغانستان ریشه و سابقه سه قرنه دارد. تنها در این 50 سال اخیر نیست که ما این وضعیت را تجربه میکنیم، بلکه به لحاظ تاریخی اگر به ریشه ها و عوامل اصلی بحران واگرایی در جامعه افغانستان مراجعه کنیم و بپردازیم، به زمانهای بسیار دور و حتی به سه قرن قبل میرسیم. این ممکن است درست باشه، نیاز به تأمل داره و باید بررسی بکنیم. اما پرسش این است که چرا ما در 50 سال اخیر به نقطه اوج واگرایی رسیدیم و اون واگرایی ریشه‌دار سه قرن گذشته تنها در این 50 سال اخیر خودش را در اشکال مختلف و در صفوف و جبهات مختلف تبارز داد و نشان داد و کشور ما را و جامعه ما را با بحران‌های متکثر و متعدد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی، امنیتی مواجه کرد. چه زمینه‌هایی در این زمین در این مورد وجود داشت و چرا ظرفیت بحران پذیری و تشدید واگرایی در جامعه ما در این 40-50 سال اخیر افزایش سرسام‌آور یافته و ما امروز شاهد فروپاشی‌های گوناگون در حوزه‌های مختلف در جامعه افغانستان هستیم؟ سوال شما خیلی پیچیده است و بیان این حقیقت مصداق جهاد اکبر است. به منظور نجات ملت مسلمان افغانستان، عزت و شکوفایی افغانستان متحد و یک پارچه، به خاطر پاسداری از خون شهدا، به این موضوع به صورت روشن خدمت شما توضیح میدم. 5 دقیقه فرصت دارم مستقیم. شما متوجه باشین که ما عوامل گذشترم برای شما بیان کردم که جنایتی که در گذشته صورت گرفته بود با مراتب از امروز خطرناکتر بود. چرا یک قوم، یک مذهبی به جرم قوم و مذهب نابود میشن؟ و در طی نیم قرن اخیر که این وضعیت به وجود آمد، دو تجاوز ما در افغانستان تجربه کردیم. شما بعد از هر تجاوز ثمره و تبعات هر تجاوز برای قرنهای متمادی اثرات از او باقی میمونه. نه تنها در افغانستان، اگر با سناریو و اتاق فکر دشمن شما دقت بکنین، یکی از برنامه های از او ایست که اختلاف بینداز و حکومت کن. اگر موضوع دامن زدن به مسائل قومی و گروهی را
قدرت های استعماری در افغانستان به نماینده هایشان تفویض نمی کردند، آیا چهره های جنایتکار می توانستند به رهبری و زعامت کشور برسند؟ من نام کسی را هیچ نمی گیرم. در طول دو دهه یک بررسی بکنین چه کسی ها به عنوان رهبر در افغانستان مطرح شدند و بعد از این هم رهبران دیگری مطرح خواهند شد. یکی از خواست دشمن است که اگر آنها بخوان به هدف برسند موره های خوده را باید انتخاب کنند. یک افغان مؤمن با صلابت، او که در محور وحدت همه مردم را فرا بخواند، بیگانه ستیز باشه، در برابری بیگانه ها قرار داشته باشه، منافع افغانستان را به منافع دشمن ترجیح بده، هیچ گاهی او در خدمت بیگانگان قرار نخواهد داشت. اموس که چنین شخصیتی اگر به عنوان رهبر مطرح شود سرکوب میشه، مورد تهمت قرار میگیره و یا به شهادت میرسه. در عوامل اساسی که در این نیم قرن اخیر این وضعیت با این وضعیت خطرناک و دردناک تبدل شد، یکی این که 50 سال در افغانستان اکثر قدرت ها برنامه های خود داشتن، قدرت های استعماری، هر یکی ازی برای خود لشکر ساخت، برای خود جغرافیه را تعریف کرد. آنچه که برای افغانستان و در رهبری افغانستان و بر نجات افغانستان باید کسایی می بودند که در از افغانستان پاسداری می کردند، متاسفانه پیدا شدن آنها بسیار مشکل بود. امروز باید ما به خود بیاییم. عوامل کاملا مشخص است، توطئه‌های دشمن روشن است. ما به خود بیاییم که ما در مسیر حرکت نکنیم که آب با سیاه به دشمن بریزانیم. بناً ما در برابر قومگرایی، ما در برابر تعصبات قومی، در برابر بی‌عدالتی با تمام قوت مبارزه بکنیم. وقتی که اسلام حکم میکنه که اگر یک جامعه بقا داشته باشد، یک نظام بقا داشته باشد، بقای از او در عدالت است. اما حکومتی که مسلمان باشه و حتی حکومت کفری که ظالم باشه و عدالت داشته باشه، بقای از او هم استمرار پیدا میکنه. به این اساس بعد از خروج نیروهای امریکایی، امارت اسلامی فعلا استقرار پیدا کرد، در سرتاسر افغانستان مسلط شد. ایجاب میکنه که اقدامات عملی را در راستای عدالت اجتماعی، در پرتو شریعت اسلام که همه ملت مسلمان افغانستان در وفاق ملی در آینه قدم نمای نظام خود را مشاهده بکنند و مشکلات و خواسته که ملت داره به او تن بتن. آقای مجاهد در کنفرانس دوحه یک کلمه بسیار زیبا را گفت. مجاهد گفت من مسائلی که به شما در اینجا میگم این پیام و خواست ملت مسلمان افغانستان است. ما هم از اینجا میگم خواست ملت مسلمان افغانستان عدالت است، خواست ملت مسلمان افغانستان بازگشایی دروازه های مکاتب و پوانتون هاست، خواست ملت مسلمان افغانستان سپردن امانت ها به اهل آن است، خواست ملت افغانستان افغانستان متحد یک پارچه با داشتن نظام مقتدر است. بسیار ممنون، خیلی استفاده کردیم. با امید اینکه مردم افغانستان به عنوان محروم ترین و مظلوم ترین مردم روی زمین، روی کره زمین، به این خواست های مشروع و معقول خودشان دست پیدا بکنن. خدا نگهدار.